سلام سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که میدونم شما عزیزان هم محور نوروز محور شادی محور ستایش زندگی و زیبایی محور مهرورزیدن رو در سفره حفسین خود گسترده اید و برپا کرده اید این سنت دیرینه رو که پناهگاه ایرانیان شده همچنان که در اشغال های دیگه این دوره هم در برابر کسانی که آمدند با هر چی که در دست داشتند و گرفتند از ایران و ایرانیان همچنان حکومت میکنند در ایران گو که زبانی فارسی دارند تقریبا و گو که رخت و لباس ایرانی دارند تقریبا و بعضا جز ملایان. اما رفتار و کردار اونها و گفتار اونها اینهو اشغالگران دیگه که اگه مغول و عرب و تیموریان و دیگران در طول تاریخ رومی ها و بقیه یونانی ها کردند، کردن در همون زمان ها دیگران نیز به همین کردار میچرخیدن اما نه در قرن بیستم چون مغولان و بدتر از مغولان رفتار کردند. هنوز هم هستند از روزهای نخست هم دشمنی کردند و دشمنی خود رو آغاز و اعلام کردند آشکارا اما از این سخن که بگذاریم که خوجسته با نوروز بر شما عزیزان اما خبرهای ویژه میدونم منتظر هستید اینها یک خصلتی البته دارند فروتنی نیومدن کارنامه خودشونو بگن اینه که من تصمیم گرفتم گوشهایی از کارنامه شعانه اینها رو برای شما باستاب بدم شیبه های مختلف جنگیری به طور قسطی هم از دستاورت های کارنامه این هاست در کارنامه اینها هست چگونه از مقدسات و مقدسان اسلامی و شیعه در پختن غذا کشک بادم جون گرفته تا زرشک پلو استفاده کنیم که غذای ما خوشمزه بشه از کشفیات و دستاوردهای انقلاب هست دمدم مرگ چه کنیم شیطان کلکی که میخواد بزنه حواسمون چطور جمع باشیم که فریب نخوریم لحظه رفتن به گور باز از دستاورداش هی نگیم که اینا کاری نکردند. دستاوردی برای ایران نداشتند چطور پولدار بشین؟ که شدن اینا دیدید چطور پولدار شدن میرسیم به این برای شما هم ساده است و اینکه احتیاج به کلاس های زبان ندارید هر زبانی بخواید یاد بگیرید خیلی راحت یک شبه میتونید یاد بگیرید از خود امامان شیعه تا نایب امام نایب امام دوتاشون از آرامگاه خمینی هم میشه مدد بگیرین زبان میخی 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 ارنه میخی بقیهش نمیشه گفت میشه یاد گرفت خط میخی نه زبان میخی هم میدونه و اینکه باز به از های اینا در سال گذشته کارنامه یک ساله رو همینطوری هاشو من دارم میگم وگرنه اینقدر وسیع این کارنامه یک ساله که نگو نپوش اینه که ما کشف کردن نه اینکه ما آخوندا کشف کردن منت گذاشتن بر مسلمانان جهان که پیغمبر پیامبر اسلام هیچکاره بودن ایشون اگر علی نبود اصلا کسی پیغمبر رو نمیشن بیرو در واسی اونم حکومتی نه کشف کرده که همش دم از چه میگو؟ چه میزد؟ وحدت مسلمانان مسلمانان یعنی در کشورهای که اکثریت مسلمان هستند کار به اینجا رسیده رو در واسه هم کنار دیگه کشف دیگه علمای اعلام حجج اسلام مخلفاتشون از معنس و مزکر مادینه و نرینه شون کشف کردن کشفیات خودشون رو بیدری چون فروتن هستن کارنامه ای ارائه نمیدن گو که دوباره خامنه ای آمده این سال جدید و زحمت کشیده اسکوزاری کرده تولید و نمیدن مشارکت مردم در طور مردم چه مشارکتی دیگه با خلوص نیت و از سر صدق و ارادتی که پیدا کردن به فقیه و حکومت فقیه اینه که هم گلیم و یه سیخ و سپایی هم این مونده و یه دوتا قابلمه دیگه و قابلمه می هم که هست همون قابلمه ایست این قابلمه از برای چکش کرده کج و موقت شده در تلفظ من این هم حاضرم بزنن در اختیار ملایه برای شما که مشارکت مردم در تولید اقتصادی این سالا رو نامگذاری بکنیم تموم دیگه گفتم دیگه اینا با نامگذاری مسئله حل میکنم اومده بود تلویزیون به یکی از این مدیرات وارداتی اشغال کنندگان تلویزیون ما گفتیم شما دارید دست یارو میگید که حسین علی فلان از تاریخ 5 دو پنجا به سمت پرویز یا حقی منصوب میشید حالا ویولون معرکه میزنه نمیشه یا حقی سالیان تجربه سالیان کار زحمت همه اینا پشی با حکم سال تولید و مشارکت مردم از این عناوین برها حالا این کار را من من گوشایشو برای شما بر بسیار بررسی میکنیم با همدیگه مرور میکنیم گزارش هایی داریم برای شما از حکومت اختراعی اولاد کروش و داریوش و علامه مجلسی حکومت الهی فکایی و قطعا جنایی فقی و این روزها هم البته آمدن ملایانی که خب اومدن اینا عوامل دشمنن که میخوان سیاه نمایی کنن وگرنه مردم کجا ناراضی هستن این چند نفر چند میلیونی که میان هر از چند گاهی تزارات میکنن اون چند میلیونن مهم نیست تعداد نیست اینها از صبح که بودن میشن خداوند از این بهتر نشه ما دیگه تحمل نمیتونیم بکنیم حالا بعضی از این عوامل سیونیسم و کوبیزم و امپرسیونیسم و امپریالیسم و اینا رو هم شروع کردن در لباس روحانیت ضربه بزنن سیاه نمایی کنن این دستاوردهای ما رو نادیده بگیرن ولی جن شما این آمریکایی تونسته یه بار یه جن بگیرن به ما نشون بدن نه یا بقیه که این همه از علوم مختلفه و اینا صحبت میکنه ابدا این آخونده اومدن بعضا حالا سیاه نمایی کردن که این بعض خرابه بعض عبدا خراب نیست و از عالی مورد حسرت جهانیان ما ایرانیان که هر کاری میکنیم باید جهانیان در جریان باشه گرفتار شدیم بریم جهانیان را آگاه کنیم که ما را گرفتاریم. خود ما حالا چی کار میخوایم بکنیم زیاد معلوم نیست به مرتب میریم این جهانیان رو آگاه میکنیم که آقا این کارا این در ایران اتفاق میفته و اینا جهانیان آگاه نیستن دیگه به هر میبینیم یکی از آخوندها رو در همین آمریکا تردید از آخوند راوی است که گفته بود یک میلیون سیاپوس جمع شده بود و سیاه آمریکایی آمریکایی های آفریقایی که ما از این حکومت می‌خوام چی جمهوری اسلامی تردید کرده بود آخونده که در نیویورک بود یا واشنگتن منم به شک انداخت رفتیم دیدیم نه در همین واشنگتن بود حالا ما ندیدیم ندیدیم دیگه ما که صاحب علم لدنی که نیستیم که ببینیم آخونده تو تهران نشسته کلی سر سفره نشسته با آخونده بزرگتر خودش کوچکتر خودش با داشت و همه اینا تا تونسته صاحب علم لدنی بشه اینجا نشسته اونجا نشسته جایی که نباید بشینه نشسته مثلا تو دارالخلا بی موقع من مثلا یا جای دیگه برها اینه که از این آخونده اومدن یکی دو تا رو و کوبیستا خریدن که چه کنن سیاه نمایی میبینیم با هم دیگه وضع معیشت مردم نخوب نیست خیلی بده عزیزان آقایان مسئولین این تورمی که این بساتش رو سر مردم گسترده شده زندگی مردم رو داره از بین میبره داغون کرده مردم نمیتونن تحمل کنند الان تهیه نان برای مردم مسئله شده تهیه نان قبلا نان رو در هر خانه داشتیم دیگه لاقل این تهیه نان مسئله است از اون طرف حالا گفتن مردم نیستن این مردم نیستن از کره ماه یه آمدن یا دشمن اینا رو فرستاد که امامه بندازن یا حمله کنن نداره اما اینا هم از از زندگی میخورن هم از اون برن هم فوش این طرف رو دارن هم از اون بابا رحم کنید به مردم کار مهاجرت دیگه از همین کشورهای دوروبر ما در خلیج فارس جنو بمون همه استخدام دارن میکنن افرادمون رو الان دیگه از متخصص گذشته کارگر عادی رو هم میبرن اونجا حالا بگذاریم که خاکمون هم دارن میبرن اونجا خاکم دارن میبرن و بله این نکاتی است در اشاره میکنن به هر حال توجه نمیکنن توجه نمیکنن که الان بیکارهای مملکت ما مثلا لیسانس فوق لیسانس این هست بیکارهای اینا چی؟ دیپلوم ندارن اینا دست آورده برای ما و بعد نون ندارن نداریم ما که برای نون و اقتصاد اینا گفتن نداره و بعد شاعر فرماید هند رها کن تا نخواهی پیرهن نان رها کن تا نخواهی آبوش و بقیه موضوع راها کنی با چیزهای دیگه نخوای با شما این و خبرهای ویژه نوروز بر شما خجسته باد ماندگار است نوروز و همه ستارگان فرهنگ و ادبیات ایران و همه کسانی که دل در گروه ایران داشتند با کاری که عرضه کردند از فردوسی تا خیام و تا پس از خیام نوروز مجسته بر ایران و شما عزیزان به خیام خونی بود در بوشهر سنت دیرینه بانوان مردان و زنان سنت دیرینه خیام خونی که میدونیم ملایان در زمان خودشان با خیام چه دشمنی ها داشتن و چه دشمنی ها داشتن خیامی که نقش اساسی در تعیین و تنظیم تقویم خورشیدی سالگرد خورشیدی داشت سالنمای خورشیدی بزرگ تاریخ ال ریاضیات و روایات او که نوادگانش در بوشهر گرامی می‌دارند و میخونند و شادمانی رو نگهبان و نگهدار هستن اونچه که آخوند باش دشمن بوده از زمان خیام از زمان فردوسی از زمان همه بزرگان ما حافظ دشمن بودن با این عزیزان ما اما این عزیزان عزیز خانواده های مختلفن بوشهری و خوزستانی و کرد و بلوچ و ترکمن و اسفهانی و کرمانی و تهرانی رنگین کمان ایران رنگ های گوناگون در کنار هم ای نهو رنگ لباس بانوان بوشهری ای نهو رنگ لباس بانوان کرد بانوان بختیاری بانوان آذری رنگین کمان اقوام ایرانی ملت ایران و ما برگردیم وقت رو از دست ندیم این کارنامه شع... شعانه رو من چون اینها فروتنن اینا که نمیان بگن دستاوردهای های ما چه بوده دستاورد من هم دستاورده مگه ما نمیگیم نوروز جغرافیاش فقط ایران نیست یک جغرافیای وسیتری هم داره تاجیکستان و افغانستان و جمهوری آذربایجان و ترکیه و همین اروپا و آمریکا شب چهارشنبه سوری شما نمیدونید چه خبر بود یعنی میدونید دیدید در رسانه های اینترنتی همینطور گفتم نمیدونید میدونید و سیزده بده رو که از همین الان آگهیش دست من رسیده اینجا هست و ایام نوروز رو خب این همچی جغرافیایی داره دیگه نه وقتی این جغرافی ها رو داریم برای نوروز چرا؟ نه واقعا انصاف دموکراسی و بخشش هم همینه برای دیگرون نخواهیم اینا هم دارن دیگه دستاوت دستاوته حالا پول بچه های بلوچ و کرمانی و زاهدانی و سیستان و بلوچستان و بقیه مناطق رو برمیداریم میبریم بوشهر و بختیاری و اسفانی و تبریزی و تهرانی رو برمیداریم میبریم مثلا کانادا سرمایه گذاری میکنیم اونجاست میاری تو همین آمریکا و اورنج کانتی رو نصفش رو تقریبا مالک شدن حضرات جمهوری اسلامی یا اروپا رو دستاوردها میره اونجا جغرافی های دستاوردی میتونه بگه بنابراین اینم از دستاوردهای های حکومت حالا یکی از دستاورد های گفتم تا به حال ما قرآن فکر میکردیم فقط محتویاتش راهنمای بشر هست به گفتی. ملایان و در حال مثل همه مبلغان دینی دیگه, دیگه ای که هستن الان هم در مورد قضا هم میتونه مداخله کنه یعنی دخیل باشه نقش داشته باشه یعنی اینو ما نمیدونیم نمیذاشتم ما بدونیم شما قرآن رو نخوندید نخوندید ولی آیه فلان آیه ای رو پیدا میکنید یک آیه ایست که اینو در موقع پختن غذا به نحوی ازش استفاده کنید غذاتون چنان خوشمزه میشه که نگو نپرس فرقا نمیکنه که چه چیزی میخواین درست کنید غذاتون با برنج هست نیست غذا خوشمزه میشه یه موزیک ملایم هم گذاشتن که دیگه گیرایش شک نکنید با هم میبینید حضرت زهرا وقتی میخواست هر غذایی بپزه آیه 114 سوره مایده رو تلاوت میکرد اون غذا خوشمزه ترین غذای دنیا میشد منم اولش باورم نمیشد تا اینکه منم روی لیوان برنجم اون آیه رو نوشتم و از اون به بعد همه قضاهم خیلی خوشمزه میشه بله حالا من وارد این موضوع نمیشم که آیا در زمان حضرت زهراب قرآن تدوین شده بود منتشر شده بود که آیه ها شماره گذاری شده بود نشده بود اینا من صاحب علم لدونی نیستم ولی ایشون لابد اونجا بودن یا همسرشون یا پدرشون یا یکی از آخوندهایی که به ایشون این حرف رو زده بوده که بگنه چون این سر تکون نمیداد که قضا خوشمزه است بلا حالا دعای نامه مالی که هشتر هم شاید هشتر صادق ادایت میگه هشتر در توب مرور شاید اون هم خواسی از نظر قضا و اینا داشته باشه کتاب معروف روزا منتظری منتظمی نازنین ایشون به این موضوعات اشاره نکرده یا نجف دریابندری مترجم گرانقدری که یک کار تنزی کرد جالب بود در زمانی که دیگه کار ترجمه نمیشد کرد مترجم عزیز و گرامی ما و نویسنده و منتقد نازن آمد و یه دستور آشپزی و یعنی کتاب مشاوره آشپزی منتشر کرد به اینا اشاره نکرد نمیذاشتم امریکایی ها ها روسا انگلیسی ها اسرائیلی ها اینا ها نمیذاشتن ما اینا رو بدونیم که آیه حیاتش فراموش کردم کدوم آیه بود شماره شو گفتیشون بنویسیم قضا خوشمزه بشه حالا اگه قضا گیر نمیاد مهم نیست اونو دیگه نیازی ندارن آیه بنویسن قضا نیست چی نان رها کن تا نخواهی آب گوشت برای این غذای خوشمزه و اشیاتون گم میشه یه پولی گم میکنید یه چه یه قیمتی یه چیزی گم میکنید باز این هم از کشفیات از دستاوردهای همین سال گذشته است که باز دیدیم قرآن یه همچین معجزات و کراماتی هم داره خوندید نخوندید اصلا مسئله نیست گم کردی پولو خیلی راحت میگید نه الان باز میبینی دوشواره دخترم گم شده بود با این روش قدیمی مامان بزرگا خیلی زود پیدا کردهم قرآن رو باز میکنی سوره توبه رو پیدا کرده اسم چیزی رو که گم کردی بنویس بذار روی آیه 108 پیشنهاد میکنم حتما امتحان کنی حالا ببینید این, این ویدیو رو میتونید بعدا که این برنامه میاد رو یوتیوب برگردونید کسایی که چیزهایی گم کردید استفاده کنین روش بزرگی مامان بزرگ... روش قدیمی مامان بزرگا این روش حالا مامان بزرگا گفتن نگفتن ببین از خودشون بپرسین این روش من توصیه میکنم ملت ایران مردم ایران اقوام ایرانی هر کدوم به فراخور حال خودشون بچه های بلوچ بیان یه نماینده از خود هم ولایتی یا پدری مادری دایی خاله عمه پیدا کنیم نمایندگی کنه این پول هایی که گم شده پول های اونا حالا این ضد انقلاب بهش میگه قارت شده چپاول شده نه گم شده همیشه باید فکر کرد همین توریس راحت متهم نکرد بنویسید بذارید مثلا هزار میلیارد دلار گم شده بذاری لای قرآن پیدا میشه روش مامان بزرگا بوده این گوشواره های دخترش گم شده بود قرآن رو از اون رفت برداشته این آیه فلان رو پیدا کرد نوشته گذاشته اونجا صفحه فلان به همین راحتی هرچی گم کردیم بچه های اوزستان بچه همه م... اصلا مردم ایران ما از زمانی که این حکومت اومده تا الان نزدیک به پنج هزار میلیارد بیشتر درآمد نفتی داشتیم کل درآمدهای ایران از زمان چاه نفت 1908 اولین در میانه مصر ما تا انقلاب یه چیزی حدود 145 15 میلیارد بوده کمی بیشتر کمی کمتر با اعتصاب افزایش ارزش دلار به امروز میشه حدود مثلا 950 500 میلیارد دلار مثلا حالا با اون یکی چند و چندین هزار دو... میلیارد دلاری که گم شده پیدا میشه با همین روش قدیمی مامان بزرگا شدنیست همه چیز شدنیست حالا چطور میخواین پولدار بشین بازم شدنی ببین این دستاورد من دارم همه اینا رو میگم فردا گرفتاری این نکیر و منکر و اینها یقه آدم میگه فلان چه نگفتی دین و ایمون درست حسابی ای که نداری این روش ها هم دیدی و نگفتی اینه که میگم اینه که میگم مشکل جمعه هستید اگر اجرا نکنید راه حل پول دار شدن فردا نه دوباره بگیم پول نداریم نه حقوقمون نمیرسه فقر و فاقه و فلان اینا به این سادگی راه پولدار شدن رو در اختیار شما میزن و از شما اجرا نمیکنید چون ایمان ندارید خود اینا کارهایی کردن از همین طریق پولدار شدن همین میلیاردهایی که میگن بردن کانادا و همین آمریکا و اروپا و جاهای دیگه استرالیا و فلان اینها همین آیت الله کذایی صدیقی جدیدشون که گفتن چندین میلیارد و بالا کشیده چه بالای کشیده از این طریق گذاشت درخواستش لای کتابی حالا دیگه مثلا اگر قرآن باشه که چه بهتر سریعتر پولدار دار میشه و بقیه هم همینطور به همین سادگی با هم میبینیم در ماه رمضان شد ماه خیر و برکت اگر میخوای رزق و روزیتون زیاد بشه و جیبتون پر پول این تکنیکی که بهتون یاد میدم و انجام بدید که معروف به تکنیک سوره قراش بریم که بهتون بگم یک اسکناس به عنوان صدقه برمیدارید هر چقدر که شد مبلغش فرقی نداره سه بار سوره قریش رو بهش میخونید و میذارید لای قرآن سوره نور آیه سی و این پول رو تا آخر ماه مبارک بذارید لای قرآن بمونه و ماه که تموم شد به عنوان صدقه بدید به نیازمند خیلی مجربه و تاثیر خیلی زیادی داره حتما انجام بدید خیلی مجربه شکی نیست اسکناس رو برمیداری مبلغش مهم نیست اما من اضافه کنم مطمئنم که نوع اسکناس هم فرق میکنه ولی یعنی به میتونید مثلا همین ریال مثلا بی ارزش شده رو که میگن دشمن میگه بی ارزش در حالی که بسیار پول قدرتمندی شده این ریال گفت یه استاد دانشگاه اصفهان اینو گفت بسیار قدرتمند دلاره که ضعیف شده اینو میتونید بدین چون اونو میخواید صدقه بدید ولی نیت به چی کنین برای خودتون به پاوند و یعنی پاوند انگلیسی و دلار آمریکایی و یورو اروپایی و اینها به هم... به قول فریدون دوست دیرینه من جهنم به ضررش میتونید یه دلار بردارید بزنید یا یه پوند یا یه یورو یه صدقه هم میخواییم بدین همون باشه و به یکی از همین ها نیت کردید نیت هم لازم نیست دلار دیگه بعدش میلیون ها میلیارد ها گیرتون اینا همینن هم. اینایی که میبینیم پولدار دار شدن و این پول ها رو ما میگیم چپاقل و دزیدن پول مردم و فلا اینا اینا تا قبل از قرآن لابد لای کتاب دیگه ای میذاشت یا همین رو بلد بودن مثلا نمیدونم به ماها نمیگفتن چون میخواستن فقط خودشون پول دار بشه یکی دیگه از کشفیات دستاورد های سال گذشته اینه که اون دم دم مرد که دیگه داره آدم سرازیر میشه به طرف قبل شیطون که دستوردار نیست این شیطون لاکردار هم درست ما نمیدونیم چرا این یه ای کار خلافی کرد مردم مسلمان باید جواب گوش باشن همه کارا رو ول کرده بعد انقلاب پنجا هفت انقلاب کذایی خیر ایرانیا رو چسبیده ول کن نیست اولا حاج آقا مسیب داره راه میره یه خانم پشت سرش با کفش پاش بلند صدای کفش پاش میاد حاج تحریک میشه آ چون اینا حشر المؤمنین هم دیگه شیطون یهو وارد سلول سلول بدن هاجاقا میشه و سلولای این رو سلولاش تمام آلوده میشه و تحریم با تمام وجود آماده حمله به رخت خواب بنابراین تا دم مرگم ولکن نیست شیطون چه میکنه این خانم ولایت مدار کشف کرده مبادا فریب شیطون رو بخورید مبادا با هم میبینیم انسان موقعی مرگ میرسه و حقی تشنه میشه که انگار بدنش داره آتیش میگیره شیطان هم از این موقعیات استفاده میکنه و میخواد بیاد ایمانش رو بگیره یه لیوان خونک تو دستش میگیره و بالای سرت وای میسته شما همونو اونو نمیشناسید میگید میشه من یه لیوان آب بدی میگه دیدی خدا یا پیامبری وجود نداره بگو وجود نداره تا کمکت بکنم بگو دنیا و خالقی نیست بر و پیامبرش رو تکذیب بکن اگه قبول بکنی به فلاکت برسی باید بگی که تنها خالق من خداست بله میادین. حالا در روایات دیگه هم ما داریم که مثلا بستگی داره بستگی داره ممکن طرف مثلا تشنه نشی یا تشنه بشی یا هرچی چی ولی ممکن در این دنیا چه کرده اینا هم هست اینا تمامش تحقیقات علمیه که مثلا فرض کن وودکا زیاد میخوره عرق زیاد میخورده آبجو مثلا آبجو تگری مثلا تکیلا ویسکی هر با یخ یهو شیطون میاد چی یه لیوان ویسکی یخ یا یه آبجو تگری قبل از انقلاب شمس مجیدیه یه حالت نوستالژیک هم داره یادآور گذشته است اینه که فوری فریب میخورید دیگه حواستون باشه حواستون باشه حتی ممکنه شربت سکنجبین باشه برای آقا آقا مسیب و بقیه اینه که حواستون این بی اطلاع نیست این با این قمزه و عشوه ای که میاد بی خود نمیگه اطلاع داره یه جورایی مطلع شده در که دم مرگ شیطون میاد چیکار میکنه بدون تردید اینا همه دستاورده اینا رو کم نگیرید اینا از سرچشمه این دستاوردها گفتم علم لدنی هست علم لدنی هم شوخی بردار نیست علم لدنی رو زحمت های زیادی در این حوزه کشیدن حالا شما میگید این زحمت ها از سر کول هم دیگه بالا رفتن برای اینکه به سماوات نزدیک میشن به معنویات درجات معنویات بود اگه از سر کل هم بالا رفتن حالا شما میگید اینا وقاحت رو به حد علا رسوندن نه به خاطر همین اقداماتی که در حوزه انجام میده نه این فاشگویی است و حقگویی است که اینطور صحبت میکنن و بقیه موضوع برای این صاحب علم لدنی میشن به همین شکلی که معنس هاشونم میبینید نمونه کاملی هستن که از ظرف غذاتون میخوای خوشمزه باشه غذاتون تا شیطون دم مرگ به شما چی میگه با همه این ابزار و اینها بوده که از روز نخست به جنگ نوروز رفتند و سنت ها و مراسم شادی بخش و ستایشگر زندگی مراسم ایرانی اما سر از کجا در آوردن خود شما عزیزان با اقدامی که در برگزاری مراسم نوروز انجام دادید جواب و پاسخ این پرسش رو قطعا و بیشتر و بهتر از من دارید نوروز شما عزیزان

این تشمال بختیاری دیدید دیگه خوب داریم سازهای مشابه داریم در همه مناطق ایران در تمام مناطقی مثل کردستان مثل آذربایجان شکلهای مختلفی داره و مناطقی مثل ترکمن صحرا همینطور خراسان جنوب ایران سازی سابقه طولانی داره که شکل تحول یافته امروزیش همینه که میبینیم تشمال ساز و دهول هست دیگه به خود همین ساز تشمال میگن ساز و دهول به مجموعش هم میگن تشمال گاهیم به سازن میگن و دهولش هم که در بسیاری از جاهای ایران هست و رسم و رسومی شکل تحول یافته سازهایی است که گفته شده در دوره هخامنشی استفاده میشه یعنی و به مرور زمان به شکلهای گوناگون موندگار شده تحول پیدا کرده خانم مجد با هزینه تلویزیون تلویزیون ملی ایران در این زمینه پجوهش های بسیاری انجام داده بسیاری انجام داده از معاصرانی که همچنان ادامه دادن امیدوارم نتایج پجوهش ها و تحقیقات خانم مجد جای محفوظ باشه سفرهای بسیار جوابدی اسناد و مدارک و در حال حاضر هم در فرانسه آقای دکتر جلال اخباری که کار روانشناسی تدریس میکنن در دانشگاه فرانسه و موسیقیدان موسیقیدان مورخ موسیقی در این زمینه تحقیقاتی دارن و همینطور دکتر منصوری گرامی که استاد من بود روانش شاد ایشون هم تحقیقات در این زمینه انجام دادن سازی که از درونش ندای زندگی پراکنده میشه من یادم هست یه عروسی در زمانی که چارده پونزه سالمون من بود دعوت داشتیم رفتیم به باغ ملک به باغ ملک همون حدود و عروسی عروس نازنین از اون محل بود داماد در مسجد سلیمان و ساز و دهل زدن زدن دهل اینقدر زدن که شکاف در جای متخصصی در محل بود که فوری این رو تعمیر کرد باز هم زدن دهل دیگه واقعا از بین رفت دیگه قابل تعمیر نبود شبانه رفتن از جای ده دیگه بیدار کردن و طرف رو با دوهلش برداشتن آوردن و یک دوهل از اون زمان به بعد هم همونجا مشورت شد به طور خیلی جدی که ما یک دوهل به اصطلاح دیگه یدکی لازم داریم و اون صاحب دوهل هم از این بابت اومد چون دوهلش رو همطور به راحتی نمیداد که ببرن اینها نگران بود محافظت میکردن از یعنی همین هست و به همین طریق هست که حفظ شدن محمد عزیز دوست نازنین من که در ایران هست یادش میاد حتما اگه این برنامه رو ببینی که با هم هم سفر بودم اما برگردیم به خبرهای ویژه از جمهوری فقید گفتیم آیات قرآنی موارد استعمالش برای پخت و پز رو دیدیم برای پول پیدا کردن و پولدار شدن رو دیدیم برای گم پیدا کردن اشیاء گم شده دیدیم حالا میرسیم به امامان بازم این دستاوردهای سال گذشته که کش شده یا دست کم در اختیار ما گذاشته شده مثل همین آمریکایی‌ها دیگه میگن رفتن به ما خیلی یاد اومدن گفتن که نه خیلی قبل از اینکه برن به ما رفته بودن یا اون هیچی میگن که اصلا نرفتن ساختن در حالی بود ولی یه دی الان به طور خیلی جدی معتقد هستن که این مریخی ها اومدن و ناسا و بقیه و دولت آمریکا نمیذاره ما بدونیم شاید 50 سال دیگه اما خیلی از دستگاه هست که قبل از که بیاد بازار و همه بخرن و اینها مثل همین موبایل و اینا قبلش در ارتش استفاده شده سالها بعد اومده بازار یا حتی همین کامپیوتر و بقیه چیزهای دیگه حالا اینا هم این دستاورت ها رو از قبل میدونستن به ما نمیگفتن محرم نبودیم باید انقلاب میکنیم حکومت میدیم دست آخونده تا از مزایاش برخورده همینطوری و حکومت میداد به امریکایی استفاده میکرد ما چه خواهی به سر میریختیم یه مثلا برای خوشمزه کردن غذا ما امریکایی این غذاهای چرب و چیلی ای مرتب میکنن از این طریق باید خوشمزه میشد غذای سالم میکنن از چه طریقی میبینیم با حضرت امام که پخت و پس کنی با دعای امام غذا خوشمزه میشه اینی که باید انقلاب میکنیم حکومت دست اینا بید. تا این روایتو بشنم. من تو هم میتونیم هر روز توی خونم غذای نظیر درست کنیم چجوری وقتی شعله گاز رو روشن میکنیم میگیم که خدایا این غذا به نیت حسین بن علی علیه السلام اینجوری هم غذامون متبرک میشه همی که خوشمزه تر میشه همی که اون امام انشالله به غذای ما نظر میکنه اون غذا نورانی میشه نور میشه تو وجود بچه هامون همسرمون غذای خانوادهمون خب بله به نیت امام میتونی این کار تجربه کنی این چه خوشمزه میشه میتونیم حالا من مطمئن هستم وقتی به نیت امام غذا درست میکنه اینطور خوشمزه میشه و نور میشه به تن شما و بچه ها و بقیه اهل وید نایب امام هم لابد این چیز داره بی خودی که نایب نیست حالا نمیگی مثلا غذا مثلا فرض ساده کتلت مثلا دستدار ها؟ یا تمام غذاهایی که به بادمجون نیاز دارن میبخشید همه اینا رو کشک بادم جون مثلا اینها رو اون غذاهایی که مثلا مثل چی میگن تحچین و با مرغ و اینا که جنس های زیادی میخواد بریزیم اون تو تا غذا خوشمزه بشه نه همین غذاهای ساده مثلا حتی ماستوخی ها دیدین روایت های مختلفی هست ها. یه ده میگن کشمش بزن یه ده میگن نمیدم پونه میزنن نعنا میزنن روایت مختلفی یه دونه همین زیارت نایب امام حتی امام نایب امام زنده یه دو تا عجب عجب بگین یه دستی به ریش به یه چیزی بکشین بالاخره رو که میپذیم ها چه زنی چه من قرار این غذا ممکنه تجربه است دیگه اینا مثلا چجوری مثلا فکر میکنم علوم مثلا غیر انسانی مثلا که فیزیک شیمی وقیه چیزا پزشکی همه اینا اول آزمایش میکنن دیگه بعدا نتیجه میگن این خانوم این بانو حتما تجربه کرده یا اون یکی تجربه کردن دیدن چند دفعه آزمایش کردن دیدن حالا آره شما هم تجربه کنید کاری نداریم اگه نشد چیزی نبا تجربه است کشک بادم جون تو هم همیشه بود نه از فرقی نکرده با هر دو نایب امامانه نه یکی ها چون ممکن یکیشون خاصیت نداشته باشه اون یکی داشته باشه اینا هم هست حالا زبان زبان مشکل دارید این نرید مثلا که وقت بگذرونین این را بیفتین از این برای شهر به اون برای شهر کلاس زبان برید یا رو اینترنت وقت بذارید فلان یه راهل های ساده ای دارید راحل های بسیار بسیار ساده ای دارید از اون که متوسط بشین یه شبه میتونین زبان یاد بیده. هر نوع زبانی الان خیلی از این مسئول های جمهوری اسلامی یه شبه متوسط شدن چینی یاد میگیرن یاد گرفتن دیده دیگه از اون به چینی میگه به زبون های مختلف حتی گفتن دیگه به زبون میخی هم میتونید متوسط بشین دست کم به نایب ما میگید نه تجربه شده دیده شده سمر داده

جوابش هم گود سلام علیکم علیکم سلام همه اینا هست یک شبه کاملا یاد میگیره شما هم همین کار بکنید تجربه کنید زبان میخی و بقیه موضوعات یاد گرفتن خیلی ساده یه شبه حالا ممکن دو شبه بشه اگه شب جمعه باشه که سوابش ملائکه از بالا همینطوری نازم ملائکه و بقیه و ازرائیل و جبرائیل و میکائیل و خود در عرش اعلا خداوند عالم تمام کار و زندگی و چرخوندن این اصلی را کرده گرفتار ایران شدن بعد انقلاب از موی دختران ایران گرفته تا اتاق خواب و نمیدونم جاهای مختلف اینی که اینا لابد فکر با حال زبان یاد گرفتن ولایت مداران هم افتادن دیگه حالا ولایت رو قبول ندارید نداشه به زبان که میخواد یاد بگیرید دیگه برام و من در حیرتم در حیرتم که این کشفیات ما داریم این امیر عبداللهیان چرا این کار نکرده یا نه اساسا نکنه این زبانی که یاد گرفته به خاطر همینه نمونه است اتفاقا این زبان به این خوبی که صحبت میکنیم ما حالا چون میونه خوبی با این حضرات نداریم اینه که ایراد می گیره و وگر نه خب دیدید دیگه از عربی گرفته دو شبه هست این دیگه تا انگلیسی امیر عبداللهیان بله حق باید گفت و ما جبرئیل که ما فکر کردیم که دیگه کارش تموم شده بعد از نبوت و اینها به روایت اسلامی ولی نه جبرایی اضافه کاری هم داره با هم میبینیم اراده الله مطلق تو اراده جبرئیل اینجا میگن جبرئیل اختیار از کف داد بین خورشید و عبد عبدالله حائل شد چون روایت میگه خورشید به شدیدترین وجه آشورا میتابید ذهنت از همه حرفای بیخودی که تو این چند ساله ما ها مشغولشونیم بذار کنار آشورا دو تیه دعوه، یه گروه و جمع شدن با هم یه دعوا کردن اونا زیادتر بودن اینا رو کشتن نیست خون خدا رو زمین ریختن مگه میشه این کارو کرد مگه میشه آقا کسی خون خدا رو زمین بریزه نمیدونی چه کردن امام صادق اون نذاشتیم دوستان ما بفهمن چی شده آشورا که این نیست که خورشید به دعای ابلیس حالا اونا که میدونن و بقیه هم که نمیدونن تحقیق کنن به دعای ابلیس زهر آشور از تاریخ اروپا الان هست که آقا یه روزیه که خوب غیر طبیعی زمین گرم بوده تو تاریخشون هست خورشید به شدیدترین وحش میتابید جبرئیل اختیار از دست میده همین همی یه جمله برای ما کافیه که بفهمی چه خبر بوده هر کی کربلا رو دیده از خود بیخود شده بین خورشید و ابی عبدالله حائل شد ابی عبدالله ما فرمود کنار حسین جان نمیتونم ببینم بدنت داره میسوزه آقای ما رو ببین جان عالم به قربان ابا عبدالله گفت جبرئیل برو کنار من نسوزن دوستان میسوزم چرا دوستان نسوزن حسین عالم بسوزه تو نسوزی حسین تو تاریخ اروپا نمیشته میگین نبرین تاریخ اروپا رو بخونید اون روز خیلی گرم بود اتفاقا در پاییز بوده اون چی که اتفاق افتاد در کربلا تحقیقی که شده یعنی هوا اونطور حالا اون روز اتفاقا تو تاریخ اروپا نمیشته شده شک نکنید من حرف منو قبول نکن حرف این ناخون بی احساس که حرف نمیزنه حالا این جبرئیل چرا مثلا به گفته خود آخوندها علی اصغر طفل شیرخوار پراش رو خورده بازتر میکرد این لاکردار این خصت رو برشی بکار و همه اهل بیت رو که پیکرشون در اونجا هست پوشش میداد چرا تبعیز قائل شد این به من و شما مربوط میتونید برید دقیقه جبرهیل رو بگیرید بپرسید ما رو اینجا دوچار معصیت نکنید این آخون با این قنبلی که رو منبر میاد و چشم نازک میکنه هی, هی که میکنه و بسیار بغضی که میشرکونه تو گلو که بی اساس حرف نمیزنه کارو بلده و ما ببینیم یکی دیگه از دستاورت ها این بوده که پیامبر هیچ کاره بوده اونم من نمیگم یه آخوند میگه اونم هر آخوندی نیست توپر با هم میبینیم قرآن معجزه پیغمبر نیست قرآن کتاب پیغمبر است قرآن کتاب پیغمبر است و معجزه رسول الله شخص اول عالم هستی علی المؤمنین علی یمن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه لذا با معجزه نبی قبول میشه یعنی اگه مولام نبودن کسی پیغمبر را قبول نمیکرد خب بله ما تا الان خب فکر میگیم به قرآن مثلا معجزه است و اینا و, و بعد تا به حال فکر میگیم خب پیامبر پیامبر و مقدم او و بعدم علی خلیفه مسلمانان و امام اول شیعیان هست حالا من در حیرتم باز این حیرت ما رو ببخشید از خودمون نیست حیران میشیم این چیزا رو میشنویم که این ابوبکر و عمر و عثمان و اینها من ندیدن یا نمیدونستن که اگه علی نبود کسی پیامبر نمیشنا و چرا این همه به گفته شیعه زدیت میکردن به ما مربوط نیست من نمیدونم جواب این سوال رو برید یقیه دستتون میرسید یا نه اون دنیا از ابو بکر و عمر و عثمان بپرسید یکی دیگه از دستاورت ها چه هست من بگم خدمتون جنگیری هست جنگیری اون هم این نیستش که همینطوری بیاید و یکی از علومی که توسعه پیدا کردن اولا جنگیرهای اولیه و رمالهای اولیه همون اوائل شدن سفیر و وزیر و این کارها حقشون هم بود ملا که میشه رئیس جمهور جنگیر چرا نشه سفیر ها؟ نه راست حسینی به گفته آخوندان بنابراین دیگه به مرور رفت پست مدرنیسم که میگیم جنگی رو رمال و اینا هم پست مدرنیست دارن دیگه یک جنگیر پست مدرنیست تو با هم میبینیم از دستاوردهای سال گذشته است ولی دیگه ناجوان مردیه که مثلا پول این جنگیر هم خودی دیگه قسطی هم داره میتونید جنگیری کنید دیگه جنتونه بگیرید چون هر آدمی چند تا جن داره به گفته یا هم با هم میبینیم با تونم با کیا دارم حرف میزن. من از بحث جن و این و ملائین ناراحت نیستم تازه هر وقت اینا رو احضار میکنم برای قتال به اذن الله خیلی هم سر ولی سیستم عصبیم شما هم کیشام هم, هم نوام هم خیلی هاتون سیستم من خراب کرد آقا میاد اینجا آقا سرمایه داری؟ چرا نمیخوای سر جیب شل کنی؟ یه چیزی به ما بده این پس فقرا باید یه هزینه ای بدن در حد خودش تعیین میکنیم اونایی که رنج متوسط جامعه اون اونم یه مبلغ دارن آقایون سرمایه دارن یه مبلغ دارن شیوهتون هم زین پس اینه مبلغ پیش پرداخت نوبت براتون تعیین میشه هدیهتون هم دست خودتونه میگه آقا من وزم خوبه میخوام با رضایت اینقدر بدم پیش پرداخت بدون استثمال همتون هست درک بکنی چه خدمتی داریم میکنی ولی ببینید چه خدمتی میکنید پیش پرداخت بسته به خودتون دستاورد از این مهمتر جنگیر به این سراحت کجا ما داشتیم جنگیر به این سراحت کجا ما داشتیم الان قسطتون رو بدین پیش قصتون قسمندی بکنیم من زامن این چنان جنگیر ماهری هست به همین دلیلی که کاسبیش رونقی نداره چون جنگیرهای متقلب و اینها خب بلد بودن این بند خدا رو گذاشتن کنار بیاید قصد ارزون زمانت اگه من اگه ایشون زمانت خواستن اگه یه زامن بیاری من زامن زامنی تو میشین همین به سرا سیخ و هم که داریم میفروشیم پول این جنگیره رو میدیم ولی نگید که دستاورد نداشته این قناب دستاورد نداشته روحانیت دیدید از نوع قضا گرفته چگونه پولدار بشید ها؟ و چگونه جنگیری جن خودتون رو بگیرید و همه اینها یادش بخیر دکتر جنابزاده از پزشکان متخصص امراض مقاربتی بود جز برنامه های انتخاباتیش از رقیبایی بنیسد آورده بود که به درمان مجانی امراض مقاربتی ملت ایران ملت ایران هم بود در پستر انتخاباتیش خب نشد بنی شد که اقتصاد تویدی رو بود و همه این موضوعات که دیدیم اقتصاد تویدی هم همینی که ببینیم بنابراین از غذای خوشمزه تا جنگیری و پولدار شدن پیدا شدن اشیاء گم شده مبالغ گم شده هزاران هزار میلیارد دلار ما ایرانی ها راها موجود قفلت مایه پشیمانی نوروز شما خوجسته باد به اتفاق امین و علی عزیز همکارانم هم در تولید این برنامه برای شما عزیزان سال خوشی را آرزو می کنیم با امید به فردایی بهتر با برامدن آفتاب از فراز البرز سهند و سبلان آسماری کوساران دنادرا کلبند کوزگروس تفتان بینالود و درفت کوساران تاراز منگشت و زردکو و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد بود بهار آمد سوار آمد به مرکب نوروز خورشید تابان یهو خوشم خوشم که عمر سر آمد رنجا بگرفت پایان یو بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادم کن در این نو دور سر ما رفته غم به یک جارم پا به کوبیم یاران به من و تو با دست سال نو خونده به سال نو گردد ما را لب پرخنده ستاره بختت چون مهر تابنده به همه کسان به همه یاران خوش و خورم روزگاران پای رو به روبه آین خوشتر چه باشد چ جامهسر رین خوش در چه باشد ای یا یا تیین خوشدار چه باشد گیرم در او شش می بوییم در صد سال به این سال